دنیای فوتبال بازیکن‌های کله خراب زیادی هستند که مدام خطا می‌کنن و به خاطر کارهای خطرناکشون در بازی از زمین اخراج میشن. نمونش هم سرجیو راموس معروف که همش کارت قرمز میگیره و خیلی از مهاجم‌ها از او شاکی‌اند. اما خب آیا میدونستین که سرجیو راموس با این همه خشونتش بیشترین تعداد کارت قرمز در تاریخ فوتبال رو نداره و بازیکن‌هایی هستن که حتی از او هم خشن‌تر بودن؟ من حامدم و اینجا کانال ورزش ها بود. توی این ویدیو هم میخوایم بریم سراغ بازیکن‌هایی که بیشترین کارت قرمز رو در تاریخ فوتبال گرفتن. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش ها رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ شماره 10 لیست، وینی جونز. فقط با نگاه کردن به قیافه وینی جونز آدم متوجه میشه که این جناب اصلا اعصاب نداره و با همین قیافه میرفت توی زمین فوتبال و حریفاش رو قل و قم میکرد. این فوتبالیست سابق انگلیسی که برای سالها در لیگ برتر انگلستان و برای تیمهایی مثل ویمبلدون و چلسی بازی کرده، توی زمین اصلا از کاربرد خشونت و تکلای خشن واهمه ای نداشت. او رکورد سریع ترین جریمه رو هم داره و در یک بازی فقط بعد از 3 ثانیه کارت زرد گرفت. وینی که به خاطر خشونت زیادش در زمین یه جورایی شبیه به قصاب بود، در طول دوران فوتبالیش 12 تا کارت قرمز گرفته و میشه گفت که با توجه به میزان خشونت او در زمین تعداد زیادی نبوده. تازه او به خاطر کاراکتر خاص و قیافه خشنی که داشت، بعد از اینکه از فوتبال بازنشسته شد وارد سینما شد و به خوبی میتونست با قیافه خطرناکش نقشای منفی رو بازی کنه. ماریسیو پوچتینو، مربی این روزهای پاریس سن ژرمن، الان خیلی آدم با شخصیتی به نظر میاد، اما خب توی دوران فوتبالیش اونقدر شبیه الانش نبود. او در بچگی جودو کار میکرد و بعد از اون فوتبالیست شد. برای همینم وقتی که او در زمین بود میتونست از هر دو طریق حریفاش رو زمینگیر کنه و با تمام قدرت توی پای حریفاش میرفت. این خشونت او هم در نهایت براش 13 تا کارت قرمز به ارمغان آورد و جایگاه نهم لیست ما رو گرفته. فیلیپ ملو یک بازیکن خشن و تمام عیار او شاید فکر کنید که دیگه بازی نمیکنه، اما خب این بازیکن برزیلی که قبلا پیراهنهای یوونتوس، اینتر و گالاتاسرای رو پوشیده، هنوز هم در حال بازی هست و در برزیله. او داره با قدرت کارش رو ادامه میده و حتی موفق شده دوتا کوپا لیبرتادورس رو هم برنده بشه. او همیشه به بازی خشن خودش معروف بود و در جام جهانی سال 2010 در بازی برزیل در مقابل هلند هم از زمین اخراج شد و خیلی ها میگن که این اخراج او حسابی به تیم ملی برزیل ضربه زده و باعث شده که از جام جهانی حذف بشن. ملو در طول دوران فوتبالیش 14 بار از زمین اخراج شده، اما خب قسمت جالب اینه که به نظر میاد الان خشونتش رو کنار گذاشته. او در سال 2021 به ندرت کارت زرد گرفته و از سال 2019 تا الان حتی یک کارت قرمز هم نگرفته، که برای بازیکنی با تاریخچه او واقعا عجیب و جالبه. ینه کاهوزا که 37 ساله، یک هافبک دفاعی خشن فرانسوی هست که برای تیم لنز بازی میکرد و چون این تیم در دسته اول لیگ فرانسه قرار داشت از بازی حرفه‌ای به دور بود. اما خب تیم اونها در فصل قبل دوباره به لیگ فرانسه راه پیدا کرد و خشونت کاهوسک دوباره به چشم میاد. او توی این فصل یه بار دیگه هم از زمین اخراج شده و تعداد کارت قرمزهای خودش رو به عدد 18 رسونده. پابلو آلفارو یک مدافع اسپانیایی بود و در زمان خودش یکی از خشن‌ترین ها بود و خیلی ها میگن که سرجیو راموس بازی خشن خودش رو از او الهام گرفته. او که بیشتر در باشگاه سویا بازی کرده، در طول دوران فوتبالیش 18 تا کارت قرمز گرفته و دومین بازیکن تاریخ لالیگا با بیشترین تعداد کارت قرمز هست و برای خودش توی خشونت رکورد داره. پاولو مونترو، یه زمانی توی سریه آ حتی بردن اسم پائولو مونترو مهاجم ها رو میترسون. مونتروی اهل اوروگوئه در دهه 90 میلادی برای تیمهایی مثل یوونتوس و آتلانتا بازی کرده و حسابی به خشونت خودش معروف بود. اگرچه او از رفتن تکلای بسیار خشن روی پای بازیکنهای حریف واهمه ای نداشت، اما خب واقعا مدافع خوبی هم بود. او در طول دوران فوتبالی خودش 16 بار کارت قرمز گرفته و برای خودش توی زمین یه قلدره گنده بود. او انقدر مدافع سرسختی بود که رایان گیگز یه بار گفته بود که مونترو و همتیمی او فرارا رو محکمترین مدافعانی میدونه که تا حالا با اونها روبرو شده. الکسیز روانو،
الکسیس روانو یک مدافع اسپانیایی بود که ماجراهای فراوانی رو در طول دوران فوتبالیش داشت. او در زمین بسیار خشن و بی‌رحم بازی می‌کرد و علاوه بر اینکه 22 تا کارت قرمز رو گرفته، 130 تا کارت زرد رو هم دریافت کرده. در آخر هم وقتی که قرارداد او با تیم راسینگ سانتاندر تموم شد، به یک باره کلاً از دنیای فوتبال غیب شد. سایرل رول. سایرل رول یک هافبک فرانسوی بود که برای تیم‌هایی مثل باستیا و نیز بازی کرده بود. اگرچه او قیافه دوستانه‌ای رو در خارج از زمین داره، اما خوب به شدت خشن بازی می‌کرد و از زدن حریف‌هاش هیچ واهمه‌ای نداشت. برای همین هم او تونسته بود که از داورا 30 تا کارت قرمز و 187 تا کارت زرد دریافت کنه و در این زمینه یکی از بازیکن‌های فراموش نشدنیه. او در سال 2010 از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و بعد از اون سراغ تنیس رفت و خدا به حریفاش توی تنیس رحم کنه. سرجیو راموس. خشونت سرجیو راموس دیگه نیاز به معرفی و شرح حال نداره و خیلی ها فکر میکنن که راموس خشن‌ترین بازیکنیه که در دنیای فوتبال حضور داشته و یه جورایی هم حق دارن. زدن پشت سر همه بازیکن‌های حریف، تکلای خشن و تحریک و توهین به اونها باعث شده که خیلی از مهاجم‌ها اصلاً از او خوششون نیاد. خیلی از طرفدارهای بارسلونا به خاطر حمله راموس به لیونل مسی، اونم توی ال کلاسیکوها، از او شاکی هستن و او تبدیل به یک شخصیت منفور در بین اونها شده. راموس تا حالا موفق شده با خشونت خودش 27 بار از زمین اخراج شه و در این زمینه در لالیگا و چمپیونز لیگ رکورد داره. شاید با خودتون فکر کنین که آخه کی میتونه از سرجیو راموس خطرناکتر باشه؟ این بازیکن واقعا یک بازیکن خشنه، اما خوب کمتر کسی اسم اون رو شنیده. دلیل اینم اینه که او اصلا از فوتبال آمریکای جنوبی بیرون نیومده، اما خوب او یکی از خشنترین فوتبالیست های دنیاست. او خطرناکترین کلمبیایی تاریخ فوتبال جهان هست و اسمش خرارد و بدوشا هست. او کاملا کلمه خشونت در فوتبال رو معنا میکرد. او یه بار در یک داربی در کلمبیا به خاطر ضربه با آرنج به سر حریف از زمین اخراج شد. اما خب وقتی که منتظر بود تا داور بیاد بهش کارت قرمز بده، یه بار دیگه هم از فرصت استفاده کرد و با لگد به سر بازیکن روی زمین کوبید که واقعا وحشتناک و برای این کارش 15 تا مسابقه رو محروم شد. او واقعا در زمین فوتبال یک قاتل بود و تونسته رکورد دنیا رو بشکنه و 46 تا کارت قرمز گرفته که تقریبا دو برابر سرجیو راموسه. خوب، نظر شما راجع به این بازیکن‌ها و کارت قرمزهاشون چیه و به نظرتون کدومشون از همه‌شون خشن‌تره؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.